در آغاز 45 سال حیات پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران به دوران تعیین کننده از تاریخ میهنمون رسیدیم. نیروهای مجاهدین خلق در شرایطی در رجوی عشق می‌ورزیدند که او با عالی‌ترین سطوح حزب بعث و سران حکومت صدام حسین ارتباط مخفی و پیوند عمیق داشته است. در این جلسه مسعود رجوی به اتفاق مهدی ابریشمچی و عباس داوری با سپهبد طاهر حبوش رئیس سازمان اطلاعات و امنیت عراق دیدار می‌کند. واقعیت اینه که گویا یک عنصر فناناپذیر، همون عنصر ایدئولوژیک درش باید باشه که در برابر این همه بلایا و قضایا نابود شده نیست، انگار که بیمه شده. اگر به اصول استوار بمونیم، اگر به بهای اندک اصولمون رو نفروشیم، شعله رو افزون تر خواهد کرد. حق هزار بلا سر آدم میاد، اما اتفاقا نه فقط از فنا خبری نیست، بلکه راز بقاست.